گیلاسیا سلام، امروز یه فیلم هیجان انگیز براتون آوردم به اسم دکالاب که داستان فوق العاده جذابی داره. یارتون نره توی کانال سابسکرایب کنه چون برای شما هزینه‌ای نداره و وقتتون رو نمیگیره، ولی توی آینده کانال من تاثیر خیلی زیادی میذاره. طبق معمول این ویدیو فیلمو کامل اسپویل میکنه، پس حواستون باشه. فیلم با نمایش دنیای پیشرفته شروع میشه که از 8 گیمر خفن دنیا دعوت شده به یه ساختمون خفن برن تا توی بازی شرکت کنن و به عنوان برنده بازی $100,000 برای این کار جایزه بگیرن. اسم این بازی هم دکالاب هست و وقتی همه به ساختمون میرسن صدای تو اتاق پخش میشه و ازشون میخواد تبلتی رو امضا بکنن. همینطور قید میکنه که از این به بعد باید همدیگر رو با یوزرنیمی که دارن صدا کنن. بعد از همشون درخواست میشه لباسایی که براشون آماده شده رو بپوشن که تکنولوژی پیشرفته برای شبیه سازی حرکاتشون داره. یکی از گیمرها به اسم کارل روی تنش رد سوختگی بزرگی داره و موقع لباس عوض کردن میبینیمش. با ورود به اتاق بعدی دستگاه بزرگی اونجاست که باید دونه دونه واردش بشن و یوزرنیم خودشون رو بگن و بعد زره پیشرفته که تو اتاق هست رو بپوشن. تکنولوژی این زره جوریه که باعث میشه گیمرها خودشون رو دقیق توی بازی و تغییراتش تصور کنن. یکی از گیمرها به اسم آدام هم میگه این زره ها برای میلیونراست و عجیبه که این افراد رو برای امتحان کردنشون انتخاب کردن. گیمر دیگه ای به اسم زهید وقتی میبینه یوزرنیم تروریست براش انتخاب شده، از اونجایی که یه شخصیت عربی داره شاکی میشه و چون به نظرش این کار خیلی نجات پرستانه است تصمیم میگیره کنار بکشه. ولی وقتی به در خروجی میرسه میفهمه قفل و راه خروجی نیست. از اونجایی که بازی تا وقتی همه حاضر نباشن شروع نمیشه، زهید هم با شرایط کنار میاد و ادامه میده. همین که گیمرها کلاهشون رو میذارن رو سرشون، تمام اتاق تغییر میکنه و کلا وارد یه دنیای دیگه میشن. لباساشون هم به لباسای نظامی تغییر میکنه. وقتی میخوان به چیزهایی مثل بطری های اتاق دست بزنن، متوجه میشن این کار امکان پذیر نیست و واکنشی توی بازی اتفاق نمیفته. این لحظه یه گروهبان سر میرسه و ماموریت گیمرها رو براشون توضیح میده. یه لحظه همه از شوک کلاهشون رو برمیدارن و متوجه میشن شخص دیگه توی دنیای واقعی نیست و اون طرف فقط یه شخصیت مجازیه. گیمرها به اتاق دیگه برده میشن تا اسلحه بردارن و کرکوپرشون از کیفیت بالای سلاح‌ها میریزه. توی واقعیت این سلاح فقط وسایل بازی هستن تا براشون شبیه سازی بهتری درست شه. گروهبان بهشون شلیک کردن رو یاد میده. همینطور توضیح میده زره هایی که دارن اگه بهشون شلیک بشه از بین میره. با شلیک بعدی شرایط جسمشون به هم میریزه و تنها راه نجاتشون استفاده از سرم هایی هست که هر کس یه دونه داره. گروهبان ادامه میده وظیفه شما اینه ساختمونی که توسط تروریست ها تسخیر شده رو نجات بدید. وقتی همشون رو بکشید بازی تموم میشه. کشتن هر تروریست یه امتیازی داره و کسی که بیشترین امتیازو بگیره برنده $100,000. بازی شروع میشه و گیمری به اسم آندره جلوتر از همه حرکت میکنه چون قبلا توی ارتش بوده و اطلاعات بیشتری داره. اولین تروریست جلو میاد و آندره موفق میشه بکشتش. صدای دوباره پخش میشه و میگه مرحله اول تموم شده و آندره همه امتیاز این لول رو گرفته. اتاق تغییر میکنه و بچه‌ها شروع به پایین رفتن از پله‌ها میکنن تا به جایی میرسن که نمیشه جلوتر رفت. وارد اتاق آخر میشن و مرحله بعدی شبیه به قبل فقط با تفنگای جدیدتر. آندره استفاده از این سلاح‌ها رو هم به بچه‌ها یاد میده و بازی دوباره شروع میشه. این بار با استفاده از تکنیک خوبی که آندره بهشون یاد میده موفق میشن تروریستا رو بازم شکست بدن. ولی لحظه‌ای که آندره میخواد آدام رو از شلیک حریف نجات بده، خودش مورد اصابت گلوله قرار میگیره و زرهش رو از دست میده. یکی از دخترهای گیمر که اسمش تیلوله تحت استرس و هیجان شدید بازی قرار میگیره، ولی بچه‌ها موفق میشن آرومش کنن. یوزرنیم این دختر تو بازی مجازی اسلیر گل یا دختر سلاخ و برای همه عجیبه که همچین کسی انقدر ترسو باشه. در آخر تیلور توضیح میده که اون دختر گیمر واقعی نیست و دعوتنامه‌اش رو دزدیده تا توی این مسابقه به جاش شرکت کنه. با دیدن تروریست بعدی، کارل موفق میشه بکشتش و اولین امتیازش رو بگیره، ولی یکی از پشت بهش تیر میزنه و اونم زرهش رو از دست میده. وقتی برمیگرده یه شلیک دیگه هم بهش میشه و این بار از شدت درد روی زمین میفته. دختر گیمر دیگه که اسمش شلیه موفق میشه تروریست رو بکشه و کارل رو نجات بده. کارل با داد و فریاد توضیح میده این شلیک دوم یه درد خیلی شدید توی تنش ساخته که انگار واقعا بهش شلیک شده، ولی وقتی شلیک کلاهش رو برمیداره میبینه جسم کارل کاملا تو دنیای واقعی سالمه. درد کارل همینطوری داره بیشتر میشه تا بالاخره آندره سر میرسه و بهش سرومش رو میزنه. درد کارل از بین میره و وقتی از شدت حال بدی که داشت بالا میاره همه کلاهشون رو برمیدارن تا با هم راجع به این قضیه صحبت کنن. زهید سعی میکنه ماسک و لباسش رو در بیاره تا دوباره کنار بکشه، ولی میفهمه لباسا کاملا به تنش قفل شدن و راهی برای فرار نیست. اینجا سعی میکنه با توهین کردن به آندره اونو مقصر همه چیز بدونه و میگه آندره این بازی رو راه انداخته تا آدما رو مثل موش آزمایشگاهی تست کنه. بقیه گیمرها باهاش مخالفن و اونقدر براشون جایزه بازی اهمیت داره که ترجیح میدن همه چیزو ادامه بدن. دعوای بین آندره و زهید ادامه پیدا میکنه تا آندره تصمیم میگیره ازشون دور بشه و اونا رو به حال خودشون بذاره. آندره هنوز کلاهش رو سرش نذاشته و خبر نداره که بازی شروع شده. همین که متوجه این قضیه میشه کلاهش میده پایین، ولی دیر و یکی از تروریستا به شلیک میکنه. توی اتاق اصلی هم اعلام میشه مرحله بعد شروع شده و همه سری کلاهشون رو سرشون میزنن. همین لحظه اول یکی از گیمرها به اسم ادوارد به شلیک میشه و زخمی روی زمین میفته، ولی با استفاده یکی دیگه از سروما جون خودش رو نجات میده. تیلور سعی میکنه از اونجا فرار کنه ولی موفق نمیشه. همه چیز با نبودن آندره به هم ریخته و هیچ کس نمیدونه چه بلایی سرش اومده. آدم موفق میشه یه نارنجک سمت تروریستا پرت کنه و با این کار همه رو نجات بده. آندره رو میبینیم که
روز رو زمین افتاده و حالش افتضاحه، با داد و فریاد درخواست کمک میکنه چون سرومشو به دوستش زده بوده. صدای پخش میشه و به بچه‌ها میگه این مرحله هم تموم شد و آدم بیشترین امتیاز رو گرفته. بالاخره با ساکت شدن فضا صدای داد و فریاد آندره به گوش بچه‌ها میرسه و به سمتش میدوئن. آندره رو میبینیم که صدای ثانیه شمار رو میشنوه و روی کلاهش چراغای روشن میشن و وقتی ثانیه شمار تموم میشه برق شدید توسط لباس به تنش وارد میشه که باعث تشنج و مرگ سریع آندره میشه. همه بچه‌ها میدوئن سمتش ولی نمیتونن نجاتش بدن و میفهمن اون واقعا مرده. زهید سری کپسول آتش‌نشانی تو دنیای واقعی برمی‌داره و از بچه‌ها میخواد بیان کمکش تا لباسو بشکنن و از بازی فرار کنن. کارل میاد کمکش ولی انقدر جنسه لباس قویه که هیچ اتفاقی نمیفته. با شنیدن صدا زهید ماسک خودشو میذاره و میبینه گروهبان داره با عصبانیت میاد سمتش، شروع به کتک زدنش میکنه. گروهبان با عصبانیت میگه تو حق نداری قوانینو بشکنی و خیلی ترسویی. بقیه خیلی میترسن، مخصوصا وقتی گروهبان میگه که اگه بازم کسی بخواد فرار کنه اتفاقای خیلی بدتری براشون میفته. با ناراحتی و استرس بچه‌ها به بازی ادامه میدن و موفق میشن چند مرحله دیگه رو پشت سر بزنن. توی یکی از مرحله‌ها آدم و کارل تیر میخورن و با کمک بقیه گیمرها به بازی برمیگردن. با دیدن این صحنه دوباره همه کلاهشون رو برمی‌دارن تا سعی کنن با شکستن پنجره راهی برای خروجشون درست کنن. بعد از کلی تلاش ترک کوچیکی روی شیشه میفته ولی همون لحظه گروهبان سعی میرسه و بچه‌ها با پایین زدن کلاهشون میبینن که زهید رو به شکل خیلی بدی کتک میزنه. این دفعه متوجه میشن پای زهید کلا شکسته، هم توی بازی هم توی واقعیت. زهید از بچه‌ها درخواست میکنه که اونو گوشه قایم کنن و بدون اون به بازی ادامه بدن. زمان زیادی نمیگذره که از خونریزی زیاد از حال میره و در آخرم میمیره. مرحله بعد شروع میشه. یکی دیگه از گیمرها به اسم مارکو این بار زخمی میشه و شلی تصمیم میگیره از سرم خودش برای نجات جون اون استفاده کنه. تیلور که کلا خیلی ترسو و گوشه قایم شده متوجه میشه یکی از تروریستا داره به سمتش میره. بالاخره تصمیم میگیره یکم جرأت نشون بده و موفق میشه اونو بکشه. بار دیگه بچه‌ها دور هم جمع میشن و قبل از شروع مرحله بعد کمی با هم حرف میزنن. کارل به شلی میگه متوجه شدم پدر و مادرت فوت کردن و اونم تایید میکنه. بعد کارل ادامه میده خودش هم زندگی خیلی تنهایی داره. آدام میگه که با مادر بزرگی زندگی میکنه. مارکو میگه از زنش طلاق گرفته و تنهاست و ادوارد هم میگه که کلا بچه یتیم بوده از اول. همینطور متوجه میشن زهید که الان مرده هم مشکل اقامت داشته و جایی نداشته که بره و کلا به خاطر این انتخاب شدن که هیچ کس دنیا بهشون اهمیت نمیده و خیلی تنهان. مرحله بعد شروع میشه و گیمرها گروهبان رو میبینن که در حال شکنجه کردن یکی از تروریستاست. گیمرها باید رمز بمبی که توی ساختمون هست و از این تروریست اعتراف بگیرن و سریع خونسا کننش وگرنه میمیرن. سختی کار جاییه که این تروریست کلا انگلیسی بلد نیست. ادوارد مشغول به شکنجه کردن تروریست میشه و بعد از مدتی کلمه ای از زیر زبونش بیرون میکشه. آدم اونو وارد میکنه ولی پسورد اشتباه و تیلور با یه گلوله تروریستو میکشه. تو دنیای واقعی مارکو آدم رو مقصر این مرحله میدونه که پسورد و اشتباهی وارد کامپیوتر کرده و باعث فعال شدن بمب شده. برای همین باهاش دعوا راه میندازه و میزنتش. ادوارد یه دفعه میبینه گروهبان در آسانسور رو نگه داشته، برای همین سری همه رو صدا میکنه و به زور وارد آسانسور میشن و از انفجار ساختمون نجات پیدا میکنن. آسانسور وسط حرکت از شدت انفجار متوقف میشه. مارکو در باز نگه میداره تا همه خارج شن ولی آدم کنار خودش نگه میداره به خاطر اینکه هنوز معتقده با پسورد اشتباه اون مرحله قبل رو از دست دادن. آسانسور یه دفعه شروع به حرکت میکنه و این دو نفر که اونجا گیر افتادن چند تا مرحله رو پشت سر هم بدون هیچ کار خاصی تموم میکنن. این در حالیه که بقیه بچه‌ها به اتاق جدید میرن و برداشتن کلی تفنگ جدید مرحلهشون شروع میشه. این بار تروریستا کلی دوزا توی اتاق میرزن و این باعث میشه کارل از ترس یه گوشه بشینه. وقتی شلی ازش میپرسه چی شده، اون جواب میده که دوست دخترش توی آتش سوزی از دست داده و رد سوختگی رو ترش هم برای وقتی که خواسته اونو نجات بده و موفق نشده. این صحنه اونو یاد همین اتفاق انداخته و فوبیای شدید از دود و آتش براش به وجود آورده. مارکو و آدمو میبینه که بالاخره از آسانسور میرن بیرون و با همون اتاقی که گیمرها هستن میرسن. مارکو به زور آدمو جلو میفرسته که اگه کسی خواست شلیک بکنه به اون بخوره. بالاخره یه تروریست میاد و آدم به سمت شلیک میکنه ولی تروریست قایم میشه. این لحظه آدم شلیک بعدی رو میکنه و متوجه میشه دیگه گلوله ای نداره. تروریستم با آرامش میاد بیرون و با شلیک به آدم، اون که دیگه هیچ سرومی نداره، جونش رو از دست میده. مارکو به اتاق نهایی پیش بقیه بچه‌ها میره، جایی که تیلور یه سروم دیگه پیدا میکنه ولی همین که برش میداره مارکو سر میرسه و ازش میخواد که سرومو به اون بده. تیلور قبول نمیکنه. لحظه به لحظه مارکو عصبی تر میشه و در آخر میگه تو خیلی رفتارت شبیه به زن سابق منو. با گفتن این جمله به تیلور شلیک میکنه و اونم میمیره. کارل هم سر میرسه و از مارکو میپرسه بقیه بچه‌ها کجان که اونم میگه نمیدونه. کارل یکم میگره تا جنازه تیلور رو پیدا میکنه و از اونجایی که فقط خودش مارکو توی اون اتاقن متوجه خیانت این آدم عوضی میشه. کارل کلاهشو برمی‌داره تا دنیای واقعی مارکو رو بکشه ولی وسط دعوا مارکو موفق میشه اونو بزنه و تفنگو سمتش نشونه میگیره. قبل از شلیک کردن گروهبان توی بازی سر میرسه و شروع به کتک زدن مارکو میکنه. بهش میگه تو قوانین بازی رو کنار گذاشتی و خیانت کردی و نامردی، اونقدر میزنتش تا در آخر از فشار همین ضربه ها مارکو هم میمیره. سه نفر نهایی بازی با هم به سمت مرحله بعد میرن. اونا به پارکینگ میرسن و فکر میکنن بازی رو تموم میشه و فقط کافیه بمب خونسا کنن ولی یه تروریست یه دفعه از پشت ون شروع به شلیک کردن میکنه و باعث تیر خوردن کارل میشه. کارل یه دونه سرم برای خودش نگه داشته بود و میخواد بزنه به خودش که همون لحظه تروریست به دختر گیمر دیگه‌مون یعنی شلی
نزدیک میکنه. کال نفاذ فداکارش گل میکنه و میره طرف شلگ و سرم و روی اون استفاده میکنه. همین لحظه ادوارد هم با یه آرپیجی بقیه تروریستا رو میکشه و تو لحظه آخر موفق میشه بمبو خونسا کنه. کال هم که دیگه سرمی براش باقی نمونده تو بغل شلی میمیره. گروه ما سر میرسه و بهشون رسیدن مرحله آخر و پایان بازی رو تبریک میگه. بعد شروع به گفتن یه سری جمله های شاعرانه، شلی در کمال تعجب میبینه که ادوارد هم همون جمله ها رو داره باهاش تکرار میکنه. یعنی اونم یکی از همین اعضای تیم سازنده دنیای مجازیه. دنیای مجازی کم کم ناپدید میشه و افرادی میان تا بدن بیجون کارلو از اونجا ببرن بیرون. شلی سعی میکنه با استفاده از تفنگش خودش دفاع کنه ولی خیلی سریع مورد حمله قرار میگیره و بیهوش میشه. سکانس بعد کامپیوترهای جهانی رو میبینیم که همه اطلاعات افرادی که مردن رو ازشون پاک میکنه. این گروه نفوذ فوق العاده ای تو همه جا دارن و کلا اسم و رسم این افراد رو از اونجا پاک میکنن، جوری که انگاری از اول وجود نداشتن. شلی چشماشو باز میکنه و میبینه با لباس اصلی توی پارکینگ افتاده و ادوارد به سمتش میاد. با هم کمی حرف میزنن و شلی میگه که چقدر ادوارد آدم عوضیه که همچین کاری رو انجام داده. اونم جواب میده که تو هیچ وقت نمیتونی به پلیس یا هر کسی دیگه منو لو بدی. الانم بچه ها میبرن خونه و پول تو همونجا میزنن. با دور شدن ادوارد مرد دیگه سمت شلی میاد تا بیهوشش کنه، ولی شلی که حالا کلی مبارزه یاد گرفته از خودش دفاع میکنه و موفق میشه تفنگ مردو بدزده. بعد خیلی راحت چراغای پارکینگو خاموش میکنه و شلیک میکنه بهشون. ادوارد که حالا فهمیده جونش واقعا تو خطره، بادیگارداش میفرسته که شلی رو بکشن، ولی تو کمتر از چند ثانیه همشون به دست اون کشته میشن. کم کم شلی از پشت ادوارد بهش نزدیک میشه و با شلیک گلوله آخر انتقام همه گیمرهای دیگر رو میگیره. آخر سر هم پولایی که برده رو برمی‌داره و از ساختمون خارج میشه. ما هیچ وقت نمی‌دونیم این دنیای مجازی که الان انقدر داره گسترش پیدا میکنه و چیزایی مثل عینکای پیشرفته سبودی و وی آر داره توی بازار عرضه میشه، قرار ما رو به کجا برسونه. حواسمون باشه که یه موقع برده این دنیای مجازی نشیم. آقا یادتون نره زیر پست کامنت بذارید، لایک کنید، تو کانالم سابسکرایب انجام بدید. روزتون هم گیلاسی.